در حالی که ده ها هزار نفر در قربانگاه کرونا سوختند و در همین ایام هزاران خانواده داغدار شدند، آخوند جنایتکار وقیحانه گفت: بحث هم از دعا یا درمان شروع شد که حالا به بحث کرونا و اینها هم کشید. انشاءالله که من امیدوارم کما اینکه برخی علائمش موجود هست، کل ماجرای کرونا یک سوء تفاهم بزرگ باشه. آفتاب یزد، هفتم مهر 1400. مردم مثل برگ خزان در ماهای اخیر از دنیا رفتند و منبری ما در تلویزیون میگوید سوء تفاهم شده است. شما باید دید اونایی که اداره میکنن افکار عمومی جهان رو چقدر در واقع هوشمندانه تدبیر کردن که تونستن یک همچین اشتباه بزرگی رو جا بیاندازن. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شب و روز گذشته 13271 بیمار جدید شناسایی شد و متاسفانه 272 بیمار جان خود را از دست داد. فضاحت آنقدر بالا گرفت یک رسانه حکومتی از زبان مردم نوشت: نه کل ماجرای کرونا سوء تفاهم بزرگ از آقای پناهیان، نه سیطره امثال تو بر سرنوشت چند نسل از مردم این سرزمین. کاش میفهمیدیم شما در کدام ایران زندگی میکنید که مرگ رسمی 120 هزار نفر برایتان سوء تفاهم است. اینا قراره یکی یکیمونو بکشن، یه مدت با تیر و تفنگ، حالا با ویروس کشتنه. این حکومت نه تنها کاری برای رفع مشکلات مردم نمیکنه، بلکه سعی میکنه از این بیماری به عنوان یک منبع درآمد برای باندهای فاسد خودش استفاده کنه. تنها راه نجات سرنگون کردن این حکومت پلید به دست مردم و کانونهای شورشی و تشکیل یک جمهوری دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.